حالا کسایی که با زنجانی همکاری کردن، زنجانی رو آوردن توی کار، با آگاهی اونا این روند پیش رفته، از مسئولین عرض میکنم. یکشون هم همین رستم قاسمی است که بنده اشاره کردم، وزیر نفت احمدی نژاد، که گفته شد حکم جلبش هم صادر شده اما از بالا جلوشه گرفتن. یعنی آقای خامنه ای جلوشه گرفت. خب با این وضع چه امیدی میتواند باشد که این پرونده هم به سرنوشت خیلی از پرونده‌های اقتصادی دیگه دوچار نشه؟ چون دست همه وقتی تو کار باشه، خب کیو میخوام بگیرم؟ شخصی که شما نام بردید من حضور ذهن ندارم آیا این بود یا نه. البته سایت ها صحبت هایی رو داشتن در مورد این افراد. خب اینا چرا در همین دادگاه رسیدگی نمیشه؟ و یا این اعترافاتی که در دادگاه شد باید یا قوه قضاییه با استدلال حقوقی ثابت کنه که اینا خلافه، یا اگر فی‌الواقع هست نمیتونیم سرنخ رو رها کنیم و توقع داشته باشیم مردم اعتماد کنن. الان که جامعه میگن این حکم بابک زنجانی دو سوی است: یک، میخوان بترسوننش که بیاد پولا رو بده; دو، عده‌ای هم برمیگردن میگن که نه، بابک زنجانی میخواد اعدام بشه که به بقیه رسیدگی نشه. من به عنوان یک عضوی از قوه قضاییه قبول دارم قوه قضاییه سیاسی کاری نمیکنه، ولی اعتقادم اینه که باید اعتماد رو برگردونه و همه ابعاد پرونده رسیدگی بکنه. خب پول برگردوندن که حل مشکل فساد نیست، به اشاره میکنین، همه اشاره میکنن اینو. حالا گیریم یه چند تا دیگر هم بگیرن حتی از تو دم و دستگاه خودشون، بعد هم همه رو اعدام کنن، خب این که نقض غرضه اصلا، چون پرونده اقتصادی است. اعدام 100 تا بابک زنجانی که حل نمیکنه مشکل فسادو. پولا رو چی کار کردن؟ این سوال صریح رو رئیس جمهور داره، میگه آقا جون من این پول کمی نیست، این پول چی کار کردین؟ چی ورود دادین آقا رو به این سیستم؟ این همه تاجر موفق داریم سالیان سال استخون خورد کردن، از سربازی به سرداری رسیدن، یه دفعه یک جوونی رو بیارن و با اون ادبیاتی که در دادگاه به کار برد، آیا سازمان‌های مختلف امنیتی و انتظامی مملکت پیشینه و پسینه این آقا رو و عملکردی که در بیرون داشت بررسی نکردن؟ در کشورهایی که ایشون در مالزی، در تاجیکستان، در دبی فعال بود، آیا ما در اونجا سفارتخونه نداریم؟ اونا عملکرد این آقا رو گزارش نکردن که داره چه کارایی میکنه؟ یک امپراتوری خاصی برای خودش درست کرده و این آدم ضعیفی بود، فقط خودش اون بخشهایی که میخواست تبلیغش باشه، اما افرادی که بهش بال و پر دادن چه باید کرد؟ بر این باورم این حکم اگر اجرا بشود یک فاجعه است، یک ضایعه است، یک مکسی است در تاریخ حقوق کشور. اولین روزی که ایشون بازداشت شد من یک مقاله نوشتم و بازتاب فراوانی در روزنامه‌های مختلف داشت، حتی جناب اصولگرا که از مطالب من چاپ نمی‌کنن خیلی‌هاشون این رو چاپ کردن. گفتم من با بازداشت بابک زنجانی مخالفم، نه از این بابت که ایشون جرمی رو انجام نداده، که از این بابت شما دارید عملا مسیر پولهایی که به هر حال در اختیار این قرار دادید، دارید مسیر منحرف میکنید به سوی جاهای دیگه. یعنی چی به سوی جاهای دیگه آقای دکتر؟ این توقع زیادی نیست در جامعه. مردم متوقعن وزرایی که ایشون رو تایید کردن، سازمانهایی که در اختیارش پول گذاشتن، بانک مرکزی، این افراد حداقل مسئولین وقتش ازشون تحقیق بشه و مهمتر از این از سازمان‌های نهادهای امنیتی انتظامی که زیر چش اونا این اتفاق افتاد، از اونا هم سوال بشه که به چه علت این فرد رو تایید کردید و به چه علت حاضر شدید این اتفاق بیفته. اگر این افراد مورد تحقیق قرار نگیرند، ازشون سوالات نشه، برنامه‌ای که چیده بودند رو بررسی نکنیم، و اگر بررسی کردیم ما به قطع و یقین بدونید به برنامه‌های مشابه دیگر میرسیم. این خیلی امر ساده و طبیعی است، فقط بابک زنجانی نبوده. اگر نسبت به این افرادی که اسمشون در دادگاه برده شد تحقیقی صورت نگیره، ظلم به مردمه، ظلم به عدالته، ظلم به اعتماد عمومی است.